عدسی هایی که توی میکروسکوپ وجود داره یک عدسی کندانسوره، یکی از کارهای عدسی تشکیل نقطه نورانیه، درسته؟ الان عدسی که تو اینجا هست، عدسی کندانسور، کارش تشکیل نقطه نورانیه. کجا؟ روی نمونه، که ما بتونیم نمونمون رو با نور خیلی زیاد ببینیم. عدسی های دیگه عدسی های چشمی و شیعی هستن. عدسی های چشمی و شیعی کارشون بزرگ نماییه. چرا به اینا میگن چشمی؟ چون کنار چشمای ما قرار میگیره. به اینا میگن شیعی چون کنار شیع یا نمونه ما قرار میگیریم میشه. خب چشم هر کس حالا هر چقدر فاصلش هست با فاصله چشمایی تنظیم میشه. عدسی های شیعی ببینید اینجا الان این میکروسکوپ 4 تا عدسی شیعی داره. یه دونه 4 برابر داریم، یه 10 برابر، یه 40 برابر، یه 100 برابر. از 4 شروع میکنیم میریم تا 100. چرا؟ عنوان مثال ما میخوایم مثلا یه جلبک سبز رو ببینیم. اول باید کلیتش رو ببینیم، ببینیم جلبک سبز چه شکلیه. یه خورده بعد زوم کنیم بیاریم مثلا یه دونه از اون رشته‌هاش رو ببینیم، دوباره زوم کنیم ببینیم یه دونه از سلولاش رو ببینیم. اگه از اول مثلا روی 40 برابر 100 برابر بشه اصلا نمیفهمیم چی رو داریم میبینیم. اول عدسی ها رو تمیز میکنیم. بعد بچه اینو تو پایین ترین حالت ممکن قرار میدیم، یعنی این صفحه عدسی تو پایین ترین قسمت قرار بگیره، چون این لام نمونه ما شیشه ایه. اگر بخوایم که مثلا بیاریم بالا ممکنه که به این برخورد کنه، تا این عدسی رو میخواییم بچرخونیم عدسی ها رو یه اون لام بشکنه. وقتی که لام رو گذاشیم آروم آروم با این پیچه میاد بالا. لام یا تیغه شیشه ای داریم، یه مقدار از این نمونه رو میذاریم روش، ببینید این شکلی، یه خوردن آب میریزیم روش که بتونیم اون تیغه که شیشه یا لامل هم روش بذاریم. یه مقدار آب میریزیم اینکه این آب حل بشه. بعد تیغه که شیشه ای هم میذاریم روش یا همون لامل، به این لامل هم میگم. الان نمونه ما آمده، اینو میذاریم رو صفحه میکروسکوپ و با این گیره ثابتش میکنیم.